سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم. امروز مقدمه خدمت شما عرض می کنم راجع به ویدیوهای حافظ خوانی که در هفته های آینده شاهدش خواهید بود. اول از همه چرا حافظ؟ اگه یه آماری بگیرن که چه کتابی به زبان فارسی تو خونه فارسی زبان ها از همه بیشتر هست، احتمالاً کتابی نیست به جز غزلیات حافظ. ما حافظ رو توی شادی هامون، توی غم هامون، توی شب یلدا، توی سال نو، توی چهارشنبه سوری، خلاصه هر برنامه‌ای که داشته باشیم، راحت ترین کتابی که میتونیم باز کنیم و ازش شعر بخونیم حافظ هستش. یکی از دلایلش اینه که معنا در شعر حافظ بسیار مستتر هست و هر معنی که خودمون دلمون بخواد و به حال و روز اون ساعت و دقیقمون بخوره رو میتونیم به اون شعر مرتبط بدونیم و برای خودمون معنی کنیم. با این وجود خیلی از ماها نمیتونیم شعر حافظ رو درست بخونیم و نه درست متوجه بشیم. تمرکز اصلی من روی این دست از ویدیوها اول روی درست خوندن غزلیات حافظ هست و بعد از اون هم مقداری به معنی بیت ها میپردازیم، مخصوصا به بیت های عربی. اگه حرف و حدیثی راجع به اون شعر باشه، راجع به بیت خاصی باشه، اگر حافظ اون بیت رو از شاعر دیگه ای اقتباس کرده باشه، راجع به این موضوع ها هم صحبت خواهیم کرد. برای درست خوندن حافظ بین اساتید ادبیات یک اختلاف نظری وجود داره. بعضیا معتقد هستن که تمام کلمات رو باید همون جوری تلفظ کنیم که زمان حافظ تلفظ می شده، که اینجوری بعضی از کلمه ها خیلی به گوش ما آشنا نیست و شعرها خوش آهنگ و خوش صدا نمی شن. بعضی ها معتقدن که همه کلمات رو باید به صورت امروزی تلفظ کنیم و بعضی هم مخلوطی از این رو بیشتر میپسندن، یعنی بعضی از کلمات رو مثل زمان حافظ و بعضی از کلمات رو همون جوری که الان تلفظ میکنیم تلفظ کنیم، که استاد شفیع کتکنی هم روش سوم رو میپسنده و اینجا هم ما تمرکزمون روی روش سوم هست، یعنی بعضی از کلمات رو همون جوری که زمان حافظ تلفظ می شده تلفظ می کنیم و بعضی از کلمات رو هم مثل زمان حال. سوالی که دوستداران حافظ همیشه می پرسن اینه که کدوم تصحیح حافظ بهتر هست برای استفاده. سه تا تصحیح اصلی ما داریم: تصحیح آقای خانلری، آقای قاسم غنی و علامه قزوینی. هر سه تای این تصحیح ها تصحیح های خوبی هستن، هر کدومو که گرفتی تقریباً فرق آنچنانی نمی کنه، یا تو اینترنت هم میتونید پیدا کنید. اما یک تصحیح هستش که مخالف و موافق زیاد داره و تصحیح تقریبا مشکوکی هست. پیشنهاد میکنم که از اون استفاده نکنید، چون ممکنه که گمراه بشید. اون هم تصحیح هوشنگ ابتهاج یا ه الف سایه هستش. خیلی از دوستان گفتن که این تصحیح بسیار تصحیح خوبیه، تصحیح انتقادی علمی هستش که آیه ابتهاج انجام داده و مخالفان بسیار زیادی هم داره. مخالفان هم دلیل میارن که آقای سایه شاعر بوده ولی ادیب نبوده، به ادبیات فارسی خیلی احاطه نداشته، شعرها رو بیشتر به جایی که به صورت کاربردی و علمی تصحیح کنه به صورت ذوقی تصحیح کرده و خیلی در مجامع آکادمیک یا علمی مورد تایید نیستش. به هر حال این که تصحیح آقای هوشنگ ابتهاج خوب هست یا نه رو من به عهده خود شما میذارم. من نمیدونم. من خودم سعی میکنم که از تصحیح آقای قزوینی استفاده کنم که تصحیح خوبی هست و همیشه هم از رو خوندم. حافظ با این که تو خونه های خیلی از ما هست، خیلی روش کار کردیم و خیلی کتاب راجبش در اومده، ولی جزء شاعرهایی هستش که ما از زندگی شخصیش تقریبا چیز زیادی نمیدونیم. حتی ترتیب شعرهای حافظ رو ما الان نداریم. یک کاتب شیر پاک خورده یک زمانی تصمیم گرفته که این شعرها رو به ترتیب حروف الفبا بنویسه و ترتیب اصلی شعرها از بین رفته و متاسفانه تا امروز ما نمیدونیم که حافظ کدوم شعر رو در زمان جوانی گفته و کدوم شعر رو
در زمان پختگی و کمال. یکی از نکاتی که موقعی حافظ خوانی باید بهش توجه کنیم اینه که ما مسابقه تندخوانی نیامدیم و تند خوندن غزلیات حافظ هیچ مزیتی نیست و برای گوش شنونده هم به هیچ وجه خوش صدا نیستش. بنابراین ما هیچ وقت اینجوری نمیخونیم: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. بلکه با طمأنینه و آرامش میخونیم: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. آخرین نکته‌ای که تو حافظ خوانی باید بهش توجه کنیم این هستش که بعضی از ابیات کلماتی دارن که ما به درستی نمیدونیم کدوم کلمه درست هست. برای مثال مشکین یا مشکین، یکیش به معنای رنگ سیاه و یکیش به معنای بوی مشک. بعضی اصرار دارن که یکی از این رو به شنونده القا کنن، ولی در واقع هیچ سند و مدرکی در دست ما نیستش که کدومش درسته. اگر سند و مدرکی باشه من موقع شعرخوانی بهتون میگم، و اگر نباشه من هر دو صورت رو براتون میخونم. یکی از بیت‌های معروفی که نظرات مختلفی روش هست اینه که: کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. یا بعضی میگن کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز. معروفه که از صاحب تبریزی پرسیدن که این بالاخره شکسته درسته یا نشسته. صاحب به سرعت جواب داده که: بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. نکته آخر و پایانی این که هر چیزی که من قرار تو ویدیوهای حافظ خوانی به شما بگم نظر حافظ شناسای بزرگ هست و من به هیچ وجه نظر شخصی خودم رو اونجا نمیگم، و اگر پیش اومد که من نظر شخصیم رو خواستم بگم حتماً تأکید میکنم و به شما میگم که این نظر شخصی منه تا شما گمراه نشید. امیدوارم تو ویدیوهای حافظ خوانی شما رو ببینم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.